هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی روز پنج شنبه نهم آذر ماه برابر با سیوم ماه نوامبر عرض درود و سلام و احترام خدمتی که بینندگان گرامی در خدمت شما هستیم با ادامه بحث سیاستمداران حرفه‌ای و تمیز اون از سیاستمداران تفننی بر اساس دیدگاهی که ماکس وبر در یک سخنرانی اون رو اعلام کرده و ما سعی کردیم ویژگی‌های یک سیاستمدار تفننی و یک سیاستمدار به نوعی حرفه‌ای رو بشناسیم. چند جلسه در مورد پوپولیسم هم صحبت کردیم، به بحث صلاحیت، توانایی و شایستگی رسیدیم و باز هم سعی می‌کنیم بر اساس متون پایه‌ای در پیرامون آنچه که وبر به عنوان صلاحیت، توانایی و شایستگی نام برده بحث رو پیگیری بکنیم. در نوبت گذشته نگاهی انداختیم به یونان باستان و اینکه از منظر یونانیان آن زمان فضیلت چگونه تعریف می شد و در امر سیاسی چه کسانی افراد فاضل شناخته می شدند و فضیلت در مورد امر حکومتی به چه گروه هایی می رسید که سه جنبه اون رو بررسی کردیم و نیاز به باز تعریف یا به نوعی تکرار اون نیست. اما یک متنی یا یک سخنرانی است از پریکلس، یکی از رهبران بزرگ دموکراسی آتن، که من سعی کردم این رو از توکودیدیس یعنی یکی از مورخان آن زمان بیارم چون به ما کمک میکنه در ادامه مطالبی که در نوبت قبل عرض کردیم. خب میدانیم یکی از گهواره های دموکراسی آتن بوده، اما اون نزاعی هم که ما عرض کردیم همیشه وجود داشت. به همین دلیل در آتن گاهی دموکراسی برقرار بود، گاهی اولیگارشی برقرار بود، گاهی هم جباران به قدرت می رسیدن. یعنی اون سه سطح نزاعی رو که ما اشاره کردیم در آتن اون زمان در واقع گهگاهی افرادی رو به قدرت می رسن. پریکلس یکی از کسانی است که از دموکراسی خواهان آتنی بوده، یکی از معروفترین اون حکمرانانه و حالا نکته میگه که به بحث امروز ما هم مربوط. او حدود 450-60 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده، یعنی با کسی روبرو هستیم که 2450 سال قبل زیسته. قابل توجه عزیزانی که اشاره میکنن در آن زمان همه در یک جباریت به سر می بردن، نشانی از اندیشه های دموکراتیک نبوده و از این قبیل سخنان. خب ایشون داره جامعه یونان آن زمان و آتن رو نشان میده به ما. ساختار حکومت ما دموکراسی خوانده می شود، زیرا قدرت نه در دست یک اقلیت بلکه در دست همه مردم است. زمانی که مسئله حل و فصل منازعات شخصی مطرح است، همگان در برابر قانون یکسان هستند. زمانی که مسئله نسب افراد در مسئولیت‌های عمومی مطرح است، آنچه به حساب می‌آید عضویت در یک طبقه نیست، بلکه توانایی عملی فرد است. هیچ کس تا زمانی که در خود قدرت خدمت به دولت را می‌بیند به دلیل فقر در محاق سیاسی نمی‌ماند. بله، نکته بسیار دقیقی است. نشانه اندیشه‌های والایی است که برخی از افراد 2400 سال قبل داشتند. یعنی جایی که اگر فصل نزاعی هست، همه در برابر قانون یکی‌اند. هیچ کس به دلیل برتری نژادی، قومی، جنسیتی، مذهبی از مجازات معاف نیست، به دلیل که دیگری با من برابر نیست. دادگاه‌های خاص نداره مثل دادگاه ویژه روحانیت.
همه در برابر قانون یکی است. از آن طرف هم اگر بحث اداره امر عمومی است، صلاحیت و توانایی شخص ملاکه، همون چیزی که امروزه در درون نظام های سیاسی تعاریف مختلفی رو به خودش اختصاص داد. در اینجا به یک نکته اشاره کنیم بد نیست. آیا القاب و عناوین با صلاحیت و توانایی متفقن؟ یعنی آیا ما می توانیم صرفاً به این القاب و عناوین تکیه بکنیم؟ می تونیم نسبتی با صلاحیت و توانایی پیدا کنیم؟ برای تقریر این مسئله یک مثالی بزنیم. شما وقتی به کسی می گویید مهندس ساختمان، خب طبیعی است مردم می فهمن این شخص کسی است که یک انسان بالغی است، مدارج علمی رو گذرانده، دارای مدارک تحصیلی است، به عنوان مهندس ساختمان صلاحیتش شناخته شده و در یک امر خاصی، یعنی ساختن یک سازه‌ای به نام ساختمان، آپارتمان یا خانه، صاحب نظر. وقتی به کسی بگویید وکیل، میدانید یک انسان بالغی است، دارای تحصیلات عالیه در رشته حقوق، در آزمونی شرکت کرده، توانایی خودش رو نشان داده، به کسب پروانه وکالت نائل آمده و کارش اینه که میره در دادگاه ها برای موکلین خودش کارهای مربوط به دعاوی و یا دفاع رو انجام میده. وقتی به کسی میگوید پزشک هم همین. اما اگر به کسی بگویید دامپزشک، متوجه میشید که او تخصصش در مورد انسانها نیست، او در مورد جانوران دیگر تحقیق میکنه، حالا در دام و طیور و چیزهای دیگر. بنابراین این القاب و عناوین یا عنوانهای خاص دقیقا منطبقند با صلاحیت و توانایی یک شخص، اما همیشه این گونه نیست. گاهی ما القاب و عناوینی داریم که به هیچ عنوان تخصص یک شخص رو نشون نمیده، حتی بلوغ یک شخص رو هم نشون نمیده، یعنی نشون نمیده که اصلا این یک آدم بالغی است. تاماس پین هم در جایی به این مسئله اشاره میکنه، اندیشمندان دیگر هم به این نکته پرداختن. شما فرق کنید کسی بگوید دوک، یا به یک خانمی بگوید دوشس، به شخصی بگویید کوین، ملکه، به هیچ عنوان نمیدونید که ایشون صلاحیتش چیست، مثلا علمش چیه، دانشش چیه، در چه امری تخصص داره. به شخصی بگویید مثلا شاهزاده، هیچ تخصصش مشخصی، اصلا معلوم نیست صغیره، کبیره، سفیه، مجنون، عاقله، هیچ چیش مشخص نیست، فقط میدونید فرزند یک شاهست. به یکی بگویید والا گوهر، حالا اینا هم بعد در رژیم گذشته درست شد، والا گوهر، شما نمیدونید تخصصش چیه، فقط میدونید که برادرزاده یا خواهرزاده یا آقاییست که پادشاه مملکت. به کسی بگویید شهبانو، یعنی همسر یه شاه، هیچ تخصصش مثلا هیچ معلوم نیست. ما شهبانو زیاد داشتیم، زنان ناصرالدین شاه هم شهبانو بودن، زنان مظفرالدین شاه هم شهبانو بودن، زنان رضا شاه هم شهبانو بودن، همه شهبانو. بنابراین تفاوت این عناوین و القاب با اون عناوینی که من در شق اول عرض کردم اینه که اونها مؤید یک تخصص هستن، اما این عناوین و القاب دوم که عرض کردیم هیچ کدوم مشخص نمی کنه که طرف صلاحیت و توانایی و شایستگیش چیست. چرا اهمیت داره؟ بیشترها عرض کردم آی ویلیام مکبیس تکری، یکی از این نقاشان، رمان نویسان و منتقدان ادبی بود در قرن 19، ایشان یک تصویری کشیده بود از یکی از مقتدرترین پادشاهان فرانسه و اونم لویی 14. لویی 14 خب قد کوتاهی داشت، برای اینکه قدش رو بلندتر نشان بده نزد مردم کفش‌های پاشنه‌دار می‌پوشید، حتی تو عکس‌ها هم اگر نگاه بکنید این هست،
کفشایی که در دوران معاصر بعضا خانوم ها می پوشن. که قدش کمی بلندتر بشه. یک شنل بسیار گران قیمت، یک کلاه و موی بسیار زیبا در عکس ها وجود داره. تک ری آمد و در یه عکسی سه قسمت این شخص رو قرار داد. یعنی یک جا لباس های او رو گذاشت، یعنی اون لباس فاخر، تاجی که بر سر گذاشته، کفش هایی که قد او رو بلند میکنه، عصای جواهر نشان او که همه چیزهایی است که به او ابهت میده، او رو گذاشت در یک قسمت تصویر. در میانه تصویر هم عکس خود لویی رو قرار داد بدون لباس، یه آدمی پیر. چون لویی در جوانی، در واقع در نوجوانی پادشاه شد، نزدیک به 70 سال پادشاهی کرد، خودش رو خدای خورشید هم نماینده خورشید هم میدانست، شاه خورشید نشان میدانه، مثل آریامهر ما. آریامهر یعنی خورشید آریایی. لویی 14 هم خودش رو پادشاه خورشید میدانست. ما ظاهر بسیار ناسازی داشت، قد کوتاه، و بعد این روهای تکری قرار داد در وسط تصویر. در جای دیگر تلفیق این دو رو گذاشت، یعنی همان انسان اما حالا با لباس. در واقع خواست با این تصویر به مخاطبین خودش نشان بده که این افرادی که با اون جلال و جبروت میبینی، با اون تاج گرانبها بر سر، با این خدم و حشم، با این عصا، بدون این لباس ها و کفش ها، در واقع انسان هایی هستن دقیقا عین خودمون. چه بسا نه زیبایی خیلی از افراد رو دارن، نه اون جنبه های خاص اجتماعی افراد رو دارن. بنابراین اون چیزی که نزد ما، حالا طبق دیدگاه آی تکری، خدایان رو می سازن، پادشاهان رو می سازن، کفاشانن. یعنی کسانی که کفشی تعبیه کردن که قد لویی 14 هم بالا بره. کسانی هستن که برای او اون شنل، اون تاج و اون چیزها رو میسازن، یعنی اون جواهر سازان، اون خادمان. امروز هم همین داستان وجود داره، اما دیگه نیاز به کفاش نیست، نیاز به لباسهای عجیب و غریب نیست. امروزه ایدئولوگ ها این کار رو میکنن، تئوریسین ها این کار رو میکنن، نظریه پردازان هستن که این حرکات رو انجام میدن. لاستبداد همیشه کسانی رو در کنار دارن که بتونه برای اونها یک وجاهت خاصی بسازه. هیتلر هم داشت، کاسان مخصوص خودش رو داشت، موسولینی همینطور، فیلم نام نویسان، کسانی که بیوگرافی او رو به نوعی زندگی نام نویسانی، هر کدوم زندگی نویسان مخصوص خودشون رو داشتن که جنبه های منفی زندگیشون رو پاک بکنن، یا اونجایی که میخوان از اون کلمات خاص استفاده بکنن که مثلا سلیمانی امیری تبدیل بشه به یک شخصیت اسطوره‌ای که از کودکی مثلا یک تاله بزرگی داشته، سراسر خدمت کرده، هیچ نقطه تاریکی هم در زندگیش نیست، تا مردمی که این زندگی نامه رو میخونن میگن خب بله، او نماینده خدا بوده، تفاوت میکنه با ما. اگر بنویسن سلیمانی امیری، آدمی بوده، پدرش هم راننده بوده، تو خیابونها با بچه ها بازی میکرد، شیطنت های خودشو داشته، اشتباهات خودشو داشته، خوبی های خودشو داشته، پیروزی ها و شکست رو داشته، خب مردم هم میگن خب هم که مثل ماست، اینم که مثل بچه منه، چه فرقی کرده؟ وقتی او توانسته از اون حالت عادی جامعه رشد کنه و به مقام بالا برسه، خب فرزند منم میتونه. در نظام های استبدادی مسئله این نیست، شما باید پاک کنید آن نردبانی رو که میشه ترقی کرد. همین دلیلی که خاندان ها وصلن خدایان خاصی. امپراتور ژاپن میکادو بود، یعنی نماینده و فرزند خورشیده. حالا اگر بری زندگیشو نگاه بکنید، ببینید اگر در کوچه و خیابانها بود، شاید با یک کودک ژاپنی دیگر فرق آنچنانی نداشت، حتی به نسبت همسن و سالان خودش هم حتی میان مایه تر بود.
ولی نظریه پردازان، تئوریسین ها، زندگی نامه نویسان، فیلم نامه نویسان سعی میکنن برن سراغ زندگی اون افراد، مستندسازان. اونقدری که در تبلیغات در نظام های استبدادی هزینه میشه، برای جای دیگه هزینه نمیشه. شما از دوران کودکی سید علی خامنه‌ای هیچ نمیشنن، شما نیاز نیست بدونن. از جوانیش هیچ نمیدونن. از اینکه آخوند میانمایهی بوده نیاز نیست کسی بدونه. زندگی استبدادیون از جایی شروع میشه که قدرت گرفتن. اگر هم برخی از اون ضعف ها رو میارن، نشان بدن که چگونه اینها مقاوم بودن در برابر دشواری ها. همین دلیل آی تکری معتقده آن چیزی که ورای ما صحنه سازی کرده و ما وارد اون دستگاه نمایش و تبلیغات شدیم و مسحور شدیم، سحر و جادو شدیم، حاصل کار خود اون شخص نیست، بلکه توانایی و صلاحیت اون شخص نیست، بلکه اون دیگرانی هستند که سعی میکنن زندگی ما رو به نحو دیگری بکنن. عکس‌ها روتوش میشه، تبلیغات نوع دیگری میشه. و این رو از زمانی که خب وارد دوران مدرن هم شدیم با اون دستگاه تبلیغاتی خیلی عیان‌تر شده. بنابراین وقتی صحبت از عقلانیت میکنیم، عقلانیت یعنی استفاده از بهترین ابزار برای رسیدن به هدف. خب هدف ما در حکومت چیست؟ در دموکراسی ها بهترین ابزار برای رسیدن به بهترین هدف رو مردم انتخاب میکنن. یعنی اگر جامعه اقتصادش بده، مردم احساس میکنن دچار مشکلات اقتصادی هست، خب میرن سراغ شخص یا حزبی که میدونن برنامه های اقتصادی خوبی داره، تواناییشو داره، یه اقتصاددانی بوده در یه سازمانی خوب کار کرده، معاون رئیس جمهور بوده، وزیر بوده، خوب کار کرده، برنامه های متقنی داره، مدللی داره. خب او رو انتخاب میکنیم، شما تشریف بیارید، اقتصاد ما رو خوب. یه نگاه امنیتی باشه، جهان در جنگ به سر میبره، آشوب های منطقه‌ای هست، داخل کشور ناامنیه، خب میریم سراغ یک رئیس جمهور یا حزبی که نگاهش نسبت به مسائل امنیتی نگاه دقیق تری است. در دموکراسی ها شما بهترین ابزار رو برای اون هدفی که میخواید انتخاب میکنید، دستتون باز. در نظام های غیر دموکراتیک این پدیده وجود نداره. شما الان به ولایت فقیه ما نگاه بکنید. یک شخصی، خب یک روحانی است، فقه خوانده، یعنی علوم دینی، توانایی استخراج احکام اجتهادی رو از دل ادله اربعه خودش داره، میتونه اونا رو بیرون بیاره به شما بگه. اما آیا این صلاحیت برای اداره کشور هم مناسبه؟ یعنی به صرف اینکه یک انسانی فقیه باشه میتونه کشور رو هم خوب اداره بکنه؟ طبیعیه که خیر. تمام مسائل کشور که بحث آداب طهارت و نجاست و جماع و زکات و خمس و اینها نیست. پیچیدگی های امر اجتماعی خیلی دقیقه. نیازهای ما خیلی متفاوته، بنابراین ما نیاز داریم که آقا یه وقتی هم فقیه نباشه، افراد دیگری رو بتونیم انتخاب کنیم. حالا نکته جالب ترین است که ولایت فقیه برای اصلی، حالا ما بعدها به این خواهیم پرداخت در بحث صلاحیت، چون ما به دو صلاحیت یا دو مشروعیت سنتی خواهیم پرداخت، یکی پادشاهی است، سیستم یا نهاد پادشاهی است، دیگری نهاد دیانت و علل خصوص ولایت فقیه است. چون وضعیتمون رو مشخص کن، این آقای شیخی که بر ما حکومت میکنه چگونه توانسته مشروع بشه نزد عده‌ای، چگونه مردم تن دادن به اون آخوند سال 57، اینا باید مشخص بشه برای ما. اینا تئوریزه شده بود، به صرف عداوت و کین و بغض نمیشه مواجه شد.
بحث بر سر اقامه دلیله، یعنی باید نشان بدیم چرا فقها صلاحیت اداره جامعه رو ندارن. چرا دیگر سیستم ها توانایی نداره؟ تمام بحث بازشناسی باورها حول این مسائل، جایی که باید دلیل اقامه کنیم. در نهاد ولایت فقیه یک اصلی متبلوره و آن اینکه فقیه دارای دانش خاصی است. عرض کردم اینم برگرفته از همون اندیشه های گذشتگانه که در یونان مثلا فیلسوفان دانش به معرفت داشتن، جامعه رو میشناختن، خیر و صلاح مردم رو تشخیص میدادن. در جهان اسلام هم این اصل بر عهده فقها قرار داده شده که ریشش برمیگرده به پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب در درون جامعه تشیع و در جامعه تسنن هم که خب طبیعتاً کسانی که به مسند خلافت میرسن یکی از وجوهاتشون این است که باید دارای صلاحیت حالا از نظر اسلامی برجسته باشن، هر کدامشون فقیه باشن به نوعی. قطعه اینا تفکیک شد که فقاهت منحصر شد به مسائل علمی قلمی، سیاست تبدیل شد به نهاد پادشاهی سلطنت یا اون شمشیر. در ابتدا همینا یکی بود، ابوبکر هم فقیه بود، یعنی از او سوال میکردن، او از جانب مسائل شرعی به مردم پاسخ میداد، هم صاحب شمشیر بود. علی ابن ابی طالب هم فقیه بود هم صاحب شمشیر. بعدها دیگر اختلاف افتاد چون کسانی به شکل موروثی بر مسند خلافت نشستن که صلاحیت علمی نداشتن، یعنی فقیه نبودن، اما پدرشون خلیفه بود. نظریه پردازان آن زمان آمدن و گفتن که خب حالا بیایم آن چیزی که این آقا نداره رو به گروه دیگری محول کنیم ولی جای این آقا دست نخورده بمونه. بنابراین نهاد دیانت یا اون گروهی که میتوانستن صلاحیت فتوا دادن رو داشته باشن، تفسیر کتاب الهی رو داشته باشن، رفتن در داخل مساجد یا مدارسی مثل الازهر، نظامیه، نجف، جاهای دیگه. اما گروه دیگر که صاحبان شمشیر بودن شدن پادشاه، سلطان یا خلیفه های خاصی که در اون زمان بودن. بنابراین در آینده به مسئله ولایت فقیه خواهیم پرداخت، هم دلایل رواییش رو بررسی خواهیم کرد هم دلایل عقلیش رو، و نشان خواهیم داد که ولایت فقیه فاقد وجاهت. اما یه نکته در مسئله ولایت فقیه وجود داره. در این نظر مبنا بر اینه که یک انسانی دارای دانشی است در علوم دینی و این دانش رو کسب کرده، یعنی رفته در حوزه علمیه درس خوانده، این دانش رو کسب کرده و افقه بودنش رو، فقیه بودنش رو متخصصان دیگر تشخیص دادن، یعنی گفتن سلیمانی امیری فقیه خوبی است، مرجع تقلید خوبی است. بر اساس این مسئله او میتواند جامعه رو هدایت کند. مشکل در اینجا این نیست که او دارای علم و دانش نیست، نه، او دارای علم و دانش هست، اما مشکل در جایی است که علم و دانش او متناسب با اهداف نیست. ما در عقلانیت به این مسئله اشاره کردیم، یعنی ابزاری که برای اهداف مناسب باشه. هدف جامعه خیر و صلاح دنیوی است. یک فقیه تمام مقاصدش این است که یک مؤمن رو در سرای آخرت موفق بکنه، زمینه که پدیده های اجتماعی خیلی متنوع دگرگونن. شاید ما امروز نیاز به اقتصاددان داشته باشیم ولی فردا نیاز به یک نیروی امنیتی داریم که کشور ما رو حفظ بکنه، سرحدات ما رو حفظ بکنه. در جای دیگری نیازمند افراد دیگری هستیم که بتونن توسعه فرهنگی بیارن، به آموزش پرورش اهمیت داده بشه. همون نسبت ما حاکمان رو عوض میکنیم چون ابزار مناسب برای رسیدن به هدف مناسب رو میخوایم.
موفقی ابزار مناسبی برای رسیدن به این هدفی که ما میخواییم نیست، چون او ابزاری است برای کشف احکام شرعی. او میتونه کارشو در مساجد انجام بده، جایی که یک مؤمن سوالی براش پیش میاد، میخواد بره به نزد یک فقیه سوال بکنه، ایشون جواب بده. ما حکومت پیچیدگی هایی داره که یک فقیه از عهده‌اش برنمیاد. پس بنابراین در نظریه ولایت فقیه این درسته که فقیه متخصصه. اینا چرا عرض میکنم؟ چون دقیقا نظریه پردازان ولایت فقیه سعی میکنن از همینها برای جامعه ما این مسئله رو موجه بکنن. دیدید این مثال ها خیلی زده میشه. شما اگه مریض میشید پیش کی میرید؟ خب طرف مجبوره بگه پیش دکتر میره. یا ببینید دکتر متخصصه. بنابراین جامعه ما جامعه دینی است، برای اینکه هدایت بشه پیش کی میره؟ طبیعیه شما باید در جواب بگید پیش فقیه. ما جنبه مغالطاتیش کجاست؟ اینا رو در نظری ولایت فقیه عرض خواهیم کرد. بحث ما بر سر اینه که با بازشناسی باورها همه آنچه که بر ما حوار کردن، تحمیل کردن، بار کردن، یک بار کنار بزنیم، یه هوای دیگری هم تنفس بکنیم. سالها اینها از طریق تلویزیونها، منبرها، در مدارس به دانش آموزان ما یاد دادن که ولی فقیه یک سلطنت، یک حکومت، یک امارت مشروعه. شما بپذیرید. و دانش آموزان ما باور میکردن، خود ما هم همین بودیم، باور میکردیم خب درست حق ایناست. به مرور زمان با تبرق در کتاب ها و اندیشه های مختلف، آموختن اندیشه های سیاسی، فلسفه سیاسی، تجربیات کشور دیگر، فهمیدیم با چه مغالطاتی ما رو فریب دادن. پس بنابراین درسته فقیه دارای دانش هست، اما دانش او نسبت به جامعه موضوعیت نداره. پس بنابراین در راستای اون عقلانیته نیست. در مورد پادشاهی هم مشکل بیشتر از ولایت فقیه هم هست، چون شخصی که میاد اصلا مشخص نیست دانشش چیست. در ولایت فقیه ما میدونستیم دانش شخص محرزه، بله، ما دانشش موضوعیت نداره. ما در نهاد پادشاهی شما نمیدونید اصلا دانش شخص چیست، تخصصش چیه. بعد اینکه آیا تخصصی هم برفرض داشته باشن، آیا موضوعیت داره به بحث ما؟ شما یه نگاه به شاهزادگان قاجار بندازید که قدرت گرفتن. تخصص مظفرالدین شاه مثلا چی بوده؟ تخصص ناصرالدین شاه چی بوده؟ ناصرالدین شاه از 50 سال برای مردم حکومت کرد. 50 سال سرنوشت یک کشور به دست یه آقایی بوده. هیچ کس هم نمیتونست اون آقا رو عزل بکنه، کنار بذاره. صلاحیتش چیه به نظر شما؟ اینا کار یه شب و دو شب نیست که شما بگید حالا فلانی آمده یه شب دو شب حاکم و میره. نه، میبینید طرف 50 سال حاکم یک کشور بوده، گاهی مانع توسعه شده، کشور رو وارد جنگ ها کرده، وارد نزاع ها کرده. تعصبات کنار بذاریم ببینیم کجای راه رو ما غلط رفتیم، دوباره تکرارش نکنیم. بنابراین بسیار پر اهمیته این مسئله که ما در عقلانیت ابزار مناسب رو برای اهداف مناسب انتخاب، یعنی در دموکراسی ها محقق میشه، نظام های سیاسی دیگر نیست. شما در فقه اسلامی، فقه سیاسی، حالا اگر بعدها فرصت شد حتما من خواهیم پرداخت، چون یکی از مهمترین مسائل ما ورود به بحث فقه سیاسی است. شما خلیفه ای می آمد، هنرش جنگ بود. شما علی ابن ابی طالب رو در نظر بگیرید، هنرش این بوده که در میادین جنگ شجاعت داشته، رشادت داشته، بله. خب تاریخ هم آورده که این گونه بوده. زمانی که به خلافت رسید 4 سال و 10 ماه خلافت کرد، به خاطر بیلیاقتیش، به خاطر عدم تواناییش، به خاطر بی سیاستیش مملکت رو به باد داد. 3 تا جنگ داخلی داشت فقط، که یکیش اساساً با یاران خودش بود،
یعنی به قدری در این 4 سال و 10 ماه بد عمل کرد که گروهی اصلا از او پراکنده شدن، مجبور شد با اونا به جنگ در نهروان، آخرم به دست یکی از همون یاران خودش کشته شد. بنابراین کسی که در میادین جنگ شجاعت داره، دلاوری داره، میتونه حاکم خوبی هم باشه؟ نه، چون این دو با هم متفاوتن. انسانی مثل حسن ابن علی، آدم بسیار نرمی بود، لطیفی بود. سر جنگ نداشت، مثل پدرش نبود، اما او هم سیاست مدار خوب نبود. او هم به راحتی پول خودش رو گرفت، بعد از 6 ماه با معاویه صلح کرد، رفت در مدینه سراغ زندگی خودش. مردم کوفه که حسن ابن علی رو انتخاب کردن به خاطر همون مشروعیتی بود که این بابا از این حسن از باباش میگرفت. اما چه کرد؟ به راحتی مردم کوفه رو وجه المصالحه کرد، بلند شد رفت در مدینه. برادر این آقا حسین ابن علی، اینا که داستانهای تاریخی پیش روی ماست، به گواهی تاریخ نشون میده که ایشون صلاحیت نداشته حتی برای یه قیام ساده، یعنی رهبر انقلابی با درایتی هم نبوده. پس این که از خاندان بزرگی هستید، از اهل بیت هستید، مؤید این نیست که سیاست مدار خوبی هستید. شاید جد شما محمد ابن عبدالله آدم سیاست مداری بود، که البته بود، نه اینکه سیاست مدار خوب به معنای اخلاقیش، نه، او هم دست به بی اخلاقی های سیاسی زیادی زد، اما سیاست مداری بود که توانست حکومت خودش رو قوام بده، دوام بده. یه ویژگی هایی داشت. اما اینکه من نوه اون آقا هستم، برای من این وجاهت نمیاره که میتونم کشور خوب اداره کنم. ما این رو میپذیریم. ما وقتی نقد دین میکنیم، خیلی از این دوستان پادشاهی خواه ما میپذیرن، میگن بله درسته، محمد فرض آدم خوب، اما چه دلیلی داره که حسن و حسین هم مثل او باشن؟ حالا همین رو شما در مورد پادشاهی مطرح کنید، بگید بله ما پادشاهان خوبم کم نداشتیم، اما چطور میتونید فرض کنید که فرزندانشون هم خوبن؟ اون متر و معیار چیه؟ یه احمدشاهی ما داشتیم، دوی مملکت بود، ولش میکردی تو اروپا بود، یه پولی از سفارت انگلیس بگیریم، از سفارت روسیه بگیریم، بریم در موناکو و سواحل نیس جاهای دیگه بریم تفریح کنیم. خب اون طرف این کاره نیست. از دوران کودکی به خاطر اینکه باباش محمد علی شاه با مشروطه مشکل داشت کنارش گذاشتیم، این آقا رو آوردیم. کشور چگونه دچار التهاب میشه؟ همین بود. بنابراین بسیار پر اهمیت این مسئله که به دور از تعصب نگاه بکنیم. صلاحیت و توانایی ربطی به نسبت با کسی نداره. پدران فاخر، پدران عالم، فاضل، اندیشمند بسیاران بودن، و فرزندانی که به هیچ عنوان نسبت از اونها نبردن در علم و فضیلت و درایت هم بسیار. مسئله اساسی اینه که ما گفتی در جهانی که به دنیا میایم، جامعه پذیر میشیم، خیلی از این ویژگی ها رو بدیهی میدونیم. امروز اگر یک نفر به دنیا بیاد و رشد کنه، مثلا دموکراسی رو بدیهی میدونه، میگه دموکراسی بله درسته، بهترین روش حکومتی از طریق دموکراسی است، بهترین نحوه زیست سیاسی دموکراسی است. اما سوال اینه آیا دموکراسی در 2400 سال قبل هم قابل دفاع بود؟ اگر ما آثار فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی رو بخونیم، اونایی که عقلای اون جامعه بودن، متخصصان اون جامعه بودن، آیا اونا هم مثل ما فکر میکنن؟ یعنی اونا هم در کتاباشون مینوشتن که دموکراسی بهترین نوع حکومته؟ ببینیم نه. اتفاقا رادی مثل افلاطون، ارسطو، حتی در دوران متأخرتر از تاماس هابز بگیرید، حتی روسو، روسو یکی از معلمان انقلاب فرانسه است، کسی است که از دل اندیشه های او
دموکراسی میباره، اما میگه دموکراسی حکومت خدایانه نه حکومت مردم. دلیل چیه به نظرشون؟ چرا آن همه اندیشمند در اون زمان دموکراسی رو نمیپذیرفتن، نمیپسندیدن؟ به دلیل اینکه شرایط آن زمان متفاوته. شما برای ایجاد یک حکومت همانطور به ابزارهاش هم نیاز دارید. دموکراسی نیازمند ابزارهایی است. بخشی ها رو بعضی از افراد اشاره کردن. مثلا در مورد دموکراسی یکی از بحث هایی که همیشه مطرح شد این بود که دموکراسی در جایی است که یک دولت شهر باشه، یک شهر کوچیک باشه. شما نمیتونید در یک امپراتوری دموکراسی بیارید. چون دموکراسی نیاز به شناخت داره. یعنی من باید اون کسی رو که میخوام انتخاب کنم بشناسم. ببینم آقا این سلیمانی کیه؟ تواناییش چیه؟ من چطور میتونم توی امپراتوری، اونم در اون زمان که وسایل ارتباطی نبود، این آقا رو بشناسم، رفتارش و اعمالش و کارهایی که کرده، صلاحیتش رو بسنجم؟ همین دلیلی که ارسطو و همینطور افلاطون فرق نمی‌کنه اشاره می‌کردن دموکراسی در جایی است که صدای جارچی وقتی از میدون شهر فریاد میزنه انتهای شهر اون رو بشنون. یعنی به قدری محیط کوچیک باشه همه هم دیگر رو بشناسن. و درست میگه، چون دموکراسی نیاز به شناخت. دومین ویژگی این که دموکراسی نیاز به حداقل‌های دانش مردم داره. یعنی مردمی که وضعیت خودشون رو بدونن، نه اینکه همه فیلسوف باشن، اندیشمند باشن، نه، در اینکه بدونن چی میخوان. یعنی حداقل‌های دانش رو داشته باشن، بتونن کسب کنن. ویژگی‌های ارتباطیشون در هم تنیده باشه. اون شخص کسی باشه که در درون اون جامعه خودش رو ثابت کرده باشه. ویژگی دیگر این که مردم مسئولیت رفتار خودشون رو بپذیرن و اون شخص رو هم پاسخگو بکنن. تا زمانی که وارد دوران مدرن نشده بودیم خب این ابزارها کم بود. روزنامه ای نبود، کتابی نبود، مدارسی بعضا وجود نداشت مگر مدارس دینی. در جهان اسلام اگر کسی میخواست دانش یاد بگیره باید میرفت نزد یک ملایی یا در حوزه علمیه در جایی کتابی میخوان چیزی یاد میگرفت که برای دعا و نیایش. در جهان مسیحیت هم همینطور علم در کلیساها بود، نزد کشیشها بود. به مرور با ایجاد دانشگاه ها، مدارس، آحاد جامعه هم صاحب علم و دانش می توانایی رو پیدا کردن مفاهیم اخلاقی رو بفهمن، خوب و بد رو بفهمن، سبک زندگی رو بفهمن، از اقتصاد سر در بیارن، با دانش ها و علوم مختلف آشنا بشن. مسائل ارتباطی کمک کرد که امروز شما در نظام‌های سیاسی وقتی نگاه بکنید تمام زندگی شخصی یک سیاستمدار مشخصه. امروز در امریکا همه میدونن زندگی شخصی آقای ترامپ چیه، چقدر ملک داره، چطور به دست آورده، باباش کی بوده، چه سالی وارد امریکا شدن، همه چی در دسترس مرد. یعنی دقیقا شده مثل همون دولت شهر. بنابراین امروز اگر دموکراسی بدیهی است به عنوان یک روش درست زیست سیاسی در گذشته اینطور نبود، چون هر کدام نیاز به ابزار داشت. وقتی ابزارها فراهم آمد یک اندیشه فلسفی خودش رو تثبیت میکنه و یک اندیشه فلسفی دیگه خودش کنار میبره، چون دیگه قابل دفاع نیست. امروز هم دیدگاه‌های مبتنی بر طبقات قابل دفاع نیست که آقا ما روحانیون فقط حق داریم مملکت رو اداره بکنیم. به چه دلیل شما؟ میگه ما علم دین داریم. علم دین که به در جامعه نمیخوره، ما اقتصاد میخوایم، امنیت میخوایم، در حوزه فرهنگ و ادب و هنر نیازمند اندیشمندانیم. ما کسی میخوایم کار توسعه رو بلد باشه. امروز مشکل عمده ای ایرانی نیست که کی حکومت کنه، مسئله برسر اینه که کی میتونه توسعه رو بهتر محقق بود.
هیچ کدام از اینها توانایی اینو ندارن که توسعه رو محقق بکنن. نه نظام دینی توانایی رو داره، نه نظام های پادشاهی. به همین دلیل ما در دوران رژیم گذشته در برخی اوضاع توسعه پیدا کردیم، ولی در بعضی از زمین‌ها توسعه نداشتیم و این توسعه نامتوازن در حوزه‌های مختلف سبب فروپاشی شد، سبب انقلاب شد، چون یه جاهای اون توسعه به خودش هم برمیگرده. یعنی من این که میخوام جامعه رو مشارکت بدم در امر اقتصادی، در امر سیاسی، نمیتونم اونا رو کنار بذارم، باید اونا هم بازم تو اون امر مشارکت بدم. جناب این بسیار پر اهمیته که امروز بدونیم نظام انتصابی دیگه دارای اون شایستگی ها نیست. چیزی که در گذشته بدیهی بود، از نظر مردم آن زمان بدیهی بود، ما امروزه دیگه بدیهی نیست. امروزه به دلیل تخصصی شدن علوم، تنوع و تکثر خواستهای مردم، دیگه شما نمیتونید بگید فلان شخص یا فلان خاندان میتونه بر جامعه حکومت کنه یا فلان طبقه اجتماعی حق حکومت کردن داره. توماس پین به سه ویژگی اشاره کرده بود. حالا میخوام وارد بحثش بشم. یکی از اون ویژگی‌ها این بود که نظام پادشاهی وقتی مستقر میشه حاصل سه ویژگی است. سه دلیل داره، سه سبب داره. دلیل اول ترسه. شما برگردید به سوابق نظام های پادشاهی میبینید که دقیقا این مسئله ترس حاصل یک غلبه هست، حاصل یک زوره. ببینیم توماس پین چه میگه. باز هم داره تشکیک میکنه به یک اصلی که بدیهی دانسته میشه. شما فکر کنید ما یک سلسله ای داریم 500 ساله حکومت کرده، ما امروز به دنیا آمدیم، همیشه فکر کردیم که خب این آقای فلانی حاکمه، قبلش باباش بوده، همینطور همه افراد دیگر هم حکومت داشتن، همه هم با رضایت مردم آمدن، چون امروز ما رضایت داریم، پدران و اجداد 500 سال قبل ما هم با رضایت آمد. توماس پین سعی میکنه اولین تشکیک رو اینجا وارد بکنه. میگه چون این گمان میرود که نسل حاضر پادشاهان در جهان منشأ افتخارآمیزی دارند، در حالی که به احتمال قوی اگر بتوانیم تاریکی های دوران کهن را کنار بزنیم و سلسله آنان را تا سرسلسله آنها دنبال کنیم، یعنی نفر اول، در خواهیم یافت که سرسلسله کسی بغیر از سرکرده دسته راهزن نیست که با وحشیگری یا حقبازی در بین غارتگران هم انان به مقام سردستگی رسیده است. این حرف توماس پین درسته. خب بیایم نگاه بکنیم به دوران خودمون. شما اگر نگاه بکنی بعد از حالا بگیم دوران نزاع خلفا و ایلخانان مغول و که همه اینها دیگه از حرم الشمس به قولی که با زور آمدند و با غلبه، صفویه چگونه قدرت گرفت؟ یک حکومت شیعی ایرانی که از زمان صفویه شکل گرفت چگونه قدرت گرفت؟ خب میدونیم با زور، با شمشیر. زمانی که شاه اسماعیل که نوجوان بود، 13 ساله بود، پادشاه شد، قزلباشان دوروبر او سعی کردن یک ایدئولوژی، یک دین، یک مذهبی رو بیارن به نام شیعه. ایشون رو نماینده علی ابن ابی طالب از اعقاب موسی کاظم بدونن و بعد بگن بفرمایید این مذهب ماست، هر کی به مذهب ما در آمد جانش سالمه، هر کی هم در نیامد او رو میکشیم. از همان تبریز شروع کردن به کشتن گروه های مخالف. جنگ های متعددی رخ داد. شما به تاریخ صفویه نگاه بکنید. تا صفویه توانست در محدوده جغرافیایی ایران که قبل از اون ایران نبود و بعد از اون تبدیل شد به یک واحد یک پارچه قدرت بشه.
اگر شاه اسماعیل شکست میخورد و ازبکان پیروز میشدند، داستان جوری دیگری. بنابراین میبینیم که تثبیت سلسله صفویه که 200 و اندی سال هم حکومت کرد بر قهر و غلبه و زور بوده. و جالب اینه که فقهای اون زمان صفویه تا مجلسی در بهارالانوار خودش هم آورده در کتاب بهار اشاره میکنه که این حکومت وصل به حکومت امام زمانه. قبل از او شاه طهماسب به خواهری داشت، آنقدر این مسئله بدیهی دانسته میشد که حکومت ما مشروعه، مقبوله و امام زمان ظهور خواهد کرد، چون نزدیک به 1000 هم بود، یعنی در حدود سال 900 قمری اینا قدرت گرفتن. صفویه رو عرض کنیم، چون نزدیک به 1000 بود گفتن خب امام زمان ظهور خواهد کرد. شاه طهماسب یه خواهری داشت، اون رو دوشیزه کنار گذاشته بود برای اینکه هر زمان امام زمان ظهور کرد ایشون رو به عقد امام زمان در بیاره، امام زمان بشه داماد شاه طهماسب. و اینکه حکومت ما یک حکومت مشروعه و وصل به حکومت امام زمان خواهد بود در تمام اون 200 و اندی سال جاری بود. اینو بدیهی میدونستن، اصلا حق خلافت ایناست، حق حکومت ایناست. ما ریشش برمیگرده به اون شمشیر قزل باشه. بعدها اشرف و محمود افغان، دوتا پسرمو بوده، اینا قدرت گرفتن. چگونه قدرت گرفتن؟ شاه سلطان حسین رو چگونه کنار زدن؟ با زور شمشیر. بعد از اونها نادرشاه آمد، او چگونه قدرت گرفت؟ بازم با شمشیر. کریم خان زند به همین شکل، آقا محمد خان قاجار به همین شکل. همگی اینها طبق همین فرمولی که تاماس پین مطرح میکنه، یعنی سرسلسله اونها با قهر و غلبه آمدن، نه با اینکه ما بریم و مردم ما خواستن ما بیایم، نه، با شمشیر بود. دوستان پادشاهی خواهی ما ممکنه بگن خب رضا شاه که اینطوری نبوده. نه، رضا شاه درسته با شمشیر قبیله نیامد، اما با تهدید رزاق ها آمد. یعنی شما اگر برگردید به دوران انتهایی دوره قاجار میبینید یک نارضایتی بین نخبگان وجود داشت از قاجار، بیکفایتی احمد شاه هم بود، اما در کنار اون اقدامات رضا خان هم بود به عنوان سردار سپه. زمانی که رضا خان قهر میکنه میره به رودهن و بومهن، شما نگاه بکنید افسران قزاق چه تهدیدهایی میکنن مجلس و گروه های دیگر رو. بعد آرام آرام اون داستان مجلس و ارعاب نمایندگان و شب رأی گرفتن از اونها و بعد مجلسی که اساسا صلاحیت نداره و به هر حال ادامه پیدا کرد. منظور در دوران مدرن هم باز هم شما میبینید یک قهر و غلبه ای وجود داره، اما در دوران گذشته دیگه عیان بود، با شمشیر بود، با زور بود. نکته اساسی این است که ما باید فکر کنیم اون چیزی که به سرسلسله ها برمیگرده ناشی از رضایت مردم نیست، ناشی از ترس مردمه. این بخش رو تاماس پین درست میگه. بخش دومی که میگه، میگه خرافه پرستی است. یعنی حالا فرض کنید آقا محمد خان قاجار اومد قدرت گرفت، یا شاه اسماعیل اومد قدرت گرفت، خب حالا چه بکنیم؟ آیا میشه همیشه مردم رو در ترس نگه داشت؟ قطعا خیر. در اینجا فقها رو، محدثین رو، متکلمین رو میآوریم تا سلطنت ما رو مشروعیت بدن. شما فکر شاه اسماعیل چه کرد؟ شروع کردن از جبل عامل لبنان و مناطق مختلف عراق علمای شیعه رو وارد کردن که شما تشریف بیارید در سرزمین ما. خب اونا هم اومدن، خوشحالم بودن که یک دولت شیعه تشکیل شده، شروع کردن در فضایل صفویه صحبت کردن. مخالفین هم داشت، مقدس اردبیلی، شیخ ابراهیم قطیفی و خیلی هایی که مخالف این گروه های صفویه بودن، یا علمایی که برای مشروعیت میشاخت. ولی مسئله بر سر این بود که اونا میدونستن با شمشیر نمیشه، پس باید خودمون رو وصل کنیم به علی ابن ابی طالب، وصل کنیم به اعقاب موسی کاظم هستیم. خرافه یعنی همین.
یعنی منی که سعی میکنم از شیخ صفی الدین شروع بکنم و آرام آرام از اون بحث تصوف وارد یک فضای دیگری بشم که نیازمند توجیه. و این خرافه پرستی عرض کردم نه در ایران، در جای دیگه هم هست. اینکه پادشاهانی خودشون از عقاب خورشید میدانستن در مصر وجود داشت، خودشون فرزندان خورشید میدونست. خب این خرافه رو چه کسی دامن زده بود بین مردم که 200 سال بعد هم کودکان ما باور میکردن؟ نفر اول با زور آمد، در کنارش تئوریسین ها بودن، اونا شروع کردن به اینکه آقا میدونید ایشون چقدر قویه، چون اجدادش از یک ویژگی خاصی برخوردارن که خدا به اونها داده. و اینگونه امپراتوران ژاپن شدن فرزندان خورشید. فرعون مصر شده بود نماینده خورشید، نماینده خدا. در درون جامعه ما هم همین، یک خاندانی تا دیروز خاندان عادی بود، زمانی که قدرت میگرفت میشد دارای فر ایزدی، خدا به او نظر کرده، این ویژگی رو به او داده. وقتی اینها تبدیل میشد به نظریه ها و تئوری ها، مردم هم باور میکردن. شما برگردید اول انقلاب، کمتر کسی تشکیک میکرد که آخوند حق حکومت نداره. خیلی مسئله مهمی است. امروز مردم تشکیک میکنن که آقا آخوند چه حقی داره بر ما حکومت کنه. برگردید به همون احزاب سیاسی اول انقلاب، خیلی هاشون معتقدن که بله حکومت حق امام معصومه، یعنی اگه او برگرده ما باید حکومت تحویل بدیم. حالا چپی و راستی هم نداره، اونه هم که معتقدن اقتصاد زیر بناست، سیاست روبناه. خب این روبنا رو به کی بدیم؟ بخشی هاشون حتی معتقدن که باید بدیم دست امام زمان. حالا منتظریم از سردابه سامر را بیرون بیاد ما بدیم به او. یعنی اگر از حکومت آخوند پایین آمدن، مشروعیت رو قبول ندارن، اما هنوز اون رسوبات ذهنی دینیشون پابرجا هست. من بعضا میبینم کسانی رو که در این فضاهای اجتماعی با هم گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، طرف میگه آخونده حق نداره. نه، خون حق نداره حکومت. میگیم خب حکومت دست کیه؟ میگه امام زمان. ایشون که نیومده پس مردم باید حکومت کنه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون اومد، چیکار باید بکنیم؟ میگه خب باید حکومت رو بدیم دیگه، بدیم امام زمان. یعنی هنوز اون رسوبات فکری خرافه نزد ما وجود داره، حتی نزد اندیشمندان ما هم وجود داره. حالا یه عده به امام وصلن، اونایی که سطح پایین تر هستن به آخوند وصلن، یه دم این طرف داستان به یک پادشاهی وصلن. اما اساس اونها اینه که خب به چه دلیل؟ هیچ. نکته دیگری که تاماس پین میگه و خب دیگه تو این برنامه فرصت نمیشه، بحث منفعت کسانی است که در کنار شخص حاکم هستن، در کنار پادشاه هستن. یعنی از وجود این وضعیت نفع میبرن، که ما این رو در آینده بحث خواهیم کرد با مبنا قرار دادن یک متن از آقای منکور یا منسر اولسون در باب مسائل مربوط به استبداد، دموکراسی و توسعه، که در آینده این بحث بسیار مفصل و بسیار هم جالب خواهد بود، نگاه یک عالم اقتصاد سیاسی نسبت به مسئله منفعتی که پیش میاد برای گروه هایی که در کنار استبداد قرار میگیرند. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل اولیه دارند.